سلام دوستان امیر افشاری هستم با دورای آموزشی فارکس حرفه‌ای در خدمتتون موضوع جلسه 301م ثبت نام و احراز هویت در صرافی کوینکس یکی از مزیت‌های این صرافی ارائه خدمات به افراد ساکن ایرانه و از این منوال صرافی مناسبی برای ایرانی ها محسوب میشه خب پس از باز کردن مرورگر خودتون با استفاده از لینکی که در توضیحات برای شما قرار دادیم به صورت مستقیم وارد بخش ثبت نام صرافی کوینکس میشید در ابتدا در گوشه سمت راست صفحه شما با استفاده از کلمه انگلیش USD میتونید زبان سایت رو به فارسی تغییر بدید. خب در اینجا شما باید در کادر اول ایمیل خودتون رو وارد کنید. سپس به سراغ رمز عبور میریم. در نظر داشته باشید که رمز عبور باید دارای سه شرط باشه. حداقل هشت کاراکتر شامل حرف کوچک و بزرگ لاتین و همینطور عدد. در کادر بعدی از شما کد معرف خواسته شده که همینطور که مشاهده میکنید کد معرف وارد شده شما با استفاده از این کد میتونید جزء خانواده بزرگ فارکس حرفه بشید و قادر به استفاده از خدمات رایگان نهگانه فارکس حرفه ای هستید مثل آموزش های رایگان به صورت روزانه سیگنال ها تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال پشتیبانی سریع و غیره و در پایان این کادر که موافقت با شرایط و قوانین سایت رو بزنید بعد از انجام این مراحل به کادر دوم مراجعه کنید روی ارسال کد تایید کلیک کرده سپس به ایمیل خودتون مراجعه کنید و کد شش رقمی که صرافی کوینکس به شما ارسال کرده رو کپی کنید و در کادر مورد نظر پیست کنید پس از اتمام مراحل روی ثبت نام کلیک کنید تا وارد صفحه بعد برای شروع مراحل افزایش امنیت حسابتون بشید برای تکمیل ثبت نام شما نیاز به افزایش امنیت حسابتون دارید تا بتونید معاملات خودتون رو به صورت خرید و فروش شروع کنید و همینطور طیف گسترده از ارزها رو به هم تبدیل کنید در ابتدا صرافی کوینکس به شما دو مسیر برای این کار پیشنهاد میده مسیر اول شما میتونید از طریق تلفن همراه خودتون این کار رو بکنید و مسیر دوم شما میتونید از طریق تی یا تایم بیسد وان تایم پاسورد یعنی دریافت کد یک بار مصرف در ایمیلتون در حال حاضر همونطور که ذکر کردم ایرانی هم میتونن و انجام معاملات در این صرافی بپردازن ولی پیشنهاد من انتخاب روش تیو او تی برای افزایش امنیتتونه تا اگه در صورتی که در آینده ایران از لیست کشورهای مجاز حذف بشه به مشکلی برخورد نکنید در ادامه روی گزینه تیو او تی کلیک کنید وارد صفحه جدیدی میشید در این صفحه توضیحات مختصری در رابطه با تیو تی او میبینید که نشان دهنده ای امنیت این روشه شما نیاز به دانلود برنامه آسیا آسنتیکیتور دارید از اونجایی که این برنامه برای افراد ساکن ایران قابل استفاده نیست میتونید از برنامه گوگل آسنتیکیتور استفاده کنید که روش استفاده از این برنامه رو در ادامه به شما توضیح میدیم در ادامه کار با کلیک بر روی گزینه بعدی وارد صفحه جدیدی میشید که قادر به مشاهده QR کد و کلید خصوصی خودتون هستید. لطفا به این موضوع دقت کنید که باید کد خصوصیتون رو در تلفن همراه یا با نوشتن روی یک کاغذ ذخیره کنید و تحت هیچ شرایط این کد رو گم نکنید چون برای وارد شدن به حسابتون به این کد نیاز پیدا میکنید ادامه توضیحات رو میتونید در سمت چپ صفحه ببینید پس از دانلود برنامه گوگل آسنتیکیتور اون رو اجرا کنید و با گزینه ایگت یا شروع کنید مواجه میشید پس از کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه بعد میشید که گزینه اسکن QR کد و اینتر ستاپ کی یا ورود با کد راه اندازی رو میبینید در صورتی که بخواید با کد خصوصی خودتون وارد حساب بشید گزینه دوم و در صورتی که قصد ورود با QR کد رو دارید گزینه اول رو انتخاب کنید ما اینجا با اسکن QR کد روی صفحه رایانه کد شش رقمی رو دریافت میکنیم در ادامه کار با کلیک بر روی گزینه بعدی وارد صفحه جدیدی میشید که قادر به مشاهده دو تا کادر هستید با کلیک بر روی ارسال کد تایید مجددا کد تایید شش رقمی به ایمیل شما ارسال میشه به ایمیل خودتون مجددا مراجعه کنید و کد شش رقمی رو در کادر مورد نظر پیست کنید کادر دوم مخصوص QR آر کد اسکن شده است در نظر داشته باشید که این کد فقط 30 ثانیه اعتبار داره و بعد از 30 ثانیه کد تغییر میکنه که کد جدید رو هم میتونید در برنامه گوگل آسنتیکیتور ببینید بعد از اتمام مرحله تی روی گزینه ارسال کلیک کنید تبریک میگم شما موفقیت مرحله افزایش امنیت رو پشت سر گذاشتید و در این قسمت صفحه میبایستی گزینه تنظیم کرده رو مشاهده کنید همونطور که قبلا هم اشاره کردم در اینجا میتونید گزینه آی دی یا احراز هویت توسط کارت شناسایی رو ببینید اما الزامی در وریفای کردن این گزینه وجود نداره در حال حاضر و شما میتونید با تیوتیپی تا سقف ده هزار دلار در روز برداشت داشته باشید ولی در صورتی که قصد افزایش برداشت خودتون رو دارید میتونید با انجام مراحل اعراض هویت که در ادامه به شما توضیح خواهیم داد توسط کارت شناسایی خودتون سقف برداشت خودتون رو تا یک میلیون دلار در روز برسونید خب برای انجام احراز هویت ابتدا با کلیک روی گزینه احراز وارد صفحه بعدی میشید در بالای صفحه میبینید که ازتون خواسته شده حتما مدارک شخصی خودتون رو با دقت کامل بارگذاری کنید زیرا شما فقط یک بار میتونید این اطلاعات رو وارد کنید و قادر به ویرایششون نیستید خب در کادر اول کشور خودتون رو انتخاب کنید بعد از انتخاب ایران در کادر بعد سمت راست نام خانوادگیتون و در کادر سمت چپ نامتون رو بنویسید پس از تکمیل این مراحل به پایین صفحه میریم در قسمت اول باید در کادر موجود شماره مدرکتون رو وارد کنید و در کادر خالی بعد باید کارت شناسایی رو بارگذاری کنید با کلیک بر روی کادر خالی و انتخاب عکس کارت شناسایی عکس رو بارگذاری میکنید در قسمت بعد باید اول روی یک کاغذ سفید تاریخ امروز و اسم کوینکس رو بنویسید و با دستتون نگه دارید و در دست دیگر کارت شناساییتون رو نگه دارید به شکلی که کاملا دیده بشه و از خودتون عکس بگیرید و بارگذاری کنید در انتها باید گزینه قول می‌دهم که من صاحب قانونی این مدارک هستم رو تایید کنید و گزینه ارسال رو بزنید به صفحه قبل برمیگردیم و مشاهده میکنید که مدارک شما در حال بررسی توسط سیستم کافی صبور باشید تا مدارکتون در کمتر از یک روز بررسی و ثبت بشه خب به پایان قسمت 301 از دورای آموزشی فارکس حرفه ای رسیدیم امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه پیروز و سربلند باشید